چمنا را خوش آمدید به برنامه ما. امروز برنامه دیگر رو داریم، از نقطه نظر دیگه مسائل رو ما مطرح می‌کنیم، از نظر راهبردی و از نظر نقشه راهی که ما باید در نظر داشته باشیم و یک شعار توخالی نباشه قانون اساسی. از این رو دعوت کردیم امروز از دو مهمان عزیز بار دیگر، آقای سالینیان و آقای چمنورا با ما هستن و این نقشه راه رو ما بتونیم به هر حال تهیه بکنیم، کار ما بیشتر شفافیت داشته باشه. بفرمایید. در مورد نقشه راه فرمای شما کاملا درسته. جناب سالینیان و من در این مورد با هم شاید بگم. بله، با سالینیان الان سال هاست که ما در مورد همین مسئله توافق داریم، در این مورد به خصوص که می شود گفت قانون اساسی هست، ما تقریبا میشه گفت که 100% با هم توافق داریم. در مورد نقشه راه این چیز تازه‌ای برای من نیست، به خاطری که هم اینه به صورت این چارت در ویدیوام گذاشتم و هم اینکه در وبسایت قانون.org شما نقشه راه رو می‌بینید و حتی در وبسایت iranianamerican.info نقشه راه و کاری که باید انجام بشه کاملا گفته شده. ما کاری که کردیم در این مدت 20 سال که در مورد قانون اساسی فعالیت می کردیم، معتقد هستیم که علاوه بر این فعالیت باید ما فرهنگ سازی هم بکنیم و به همین دلیل هم هست در مورد فرهنگ سازی تا شما جامعه را آماده نکنید که اینها اصلا بازنگری بکنن در اسلامشان، فایده ای نداره که شما بخواید از سکولاریسم صحبت بکنید. بنابراین هم آقای سالینیان در مورد قرآن کتاب نوشته و هم من نوشتم و اینه گذاشتیم به مردم قضاوت بکنن، قرآن راستین و قرآن هاییم که سالینیان نوشته. این از این. در مورد هویت گذشته ما باید دوباره زنده بشه، شاهنامه فردوسی، آموزه های زرتشت و لوحه کوروش، اینها چیزهایی است که در مورد فرهنگ سازی یک جامعه باید انجام بشه. در مورد مسئله دومی که شما گفتید، باور کنید الان حتی این اپوزیسیونی که ما داریم و اینقدر ما در مورد قانون اساسی صحبت کردیم، هر موقعی که دوستان من هستن، باور کنید دوستانی شاید بگم صمیمی‌تر از آقای سالینیان و 100% هم با من مخالفن که نخیر آقا در مورد قانون اساسی صحبت نکنیم. هرچی به اینا میگم آقا شما قانون اساسی خواندید، میگن نه دیگه قانون اساسی. میگم بابا آخه چطور ممکنه، ما 20 ساله داریم صحبت میکنیم همین میگم آقا قانون اساسی هنوز نخوانده. بنابراین کاری که کردیم در این 6 هفته گذشته، در 6 برنامه این قانون اساسی جمهوری اسلامی گرفتیم، تمام آیتم اینطوری زیرش چیز کردیم و در مورد 6 تا برنامه در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی آیتم به آیتم گفتیم و ثابت کردم در این 6 برنامه هر جنایت، خیانت، دزدی، اسید پاشی، هر کاری که اینها میکنن طبق این قانون اساسی شده. شما تا این قانون اساسی نخونید نمیدانید که آخوند چرا دزدی میکنه، نمیدانید چرا اعدام میکنه، چرا اسید پاشی میکنه. و حالا اینه وقتی گذاشتیم کنار آمدیم، چون قانون اساسی مشروطم نیستش، من آمدم قانون اساسی دانلود کردم، عیناً همین کار کردم در مورد قانون اساسی مشروطه و به این نتیجه رسیدم که قانون اساسی مشروطه حتی پسمانده تر از قانون اساسی جمهوری اسلامی. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی میشود تصحیحش کرد به شکلی، حتی خیلی مشکل، اصلا فایده نداره و بعد، ولی قانون اساسی مشروطه اصلا نمیشه این کارو کرد. حالا در آخرین برنامه آمدم این قانون اساسی آمریکا رو گذاشتم جلو و دیدم که آقا قانون اساسی آمریکا همش 5 صفحه است در مقابل این، یعنی این 9 صفحه مقدمه داره، قانون اساسی آمریکا 5 صفحه است و در طول تاریخ 270 ساله این قانون اساسی
بهتر و بهتر شده، یعنی امندمنت آمده روش که شده یک همچین قانون اساسی. ولی قانون اساسی مشروطه ما در این صد سالی که تصویب شده هی بد و بدتر شده، که نتیجهش این میشه که ما صاحب قانون اساسی جمهوری اسلامی میشیم که یک پله بالاتر از قانون اساسی مشروطه است. بنابراین جمع‌بندی حرف‌های شما آقای ربای رحیمی، بله ما این کار کردیم، نقشه راه درست کردیم و معتقد هستیم باید فرهنگ سازی بشه و قانون اساسی آیتم به آیتم بررسی کردیم و متوجه شدیم که موضوع چیست و مشکل ما کجاست. این عرایز من با تشکر از جناب آقای چمنارا. به هر حال امیدواریم که آیتم به آیتمی که صحبتش میشه اون رو به صورت نوشتاری شما تهیه کرده باشین که بتونید بفرستین که ما روی صفحه تلویزیون بگذاریم که یکایی که آیتم هایی که در باید صحبت کنیم در شست برنامه رو بتونیم بعدها در حال بتونیم نشون بدیم از نظر تطبیقی با آنچه که مشروطه و آنچه که شما نظرتون هست درباره قانون اساسی اسلامی و آنچه که در آسیه. این کار شده، یعنی اینکه شما اگر برید iranian.info چون در اونجا ما سعی کردیم این قانون اساسی به سیاستمداران آمریکایی نشان بدیم و بهشان بگیم آقا اگر شما میبینید که اینها موشک میندازن هوا یا میرن حماس حمایت میکنن که اصلا هیچ تداخل ذهنی با تماس ندارن، حماس یک وهابیه، اینها یک شیعه اثناعشری هستن و یا میرن به حزب الله و شما میایید سانکشن روی ملت ایران میذارین، برین قانون اساسی بده. چون ما الان دیگه از این اپوزیسیون خارج کامل کامل ناامید شدیم، چسبیدیم الان به سیاستمدار، رفتیم در www.iranianamerican.info قانون اساسی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی و آندرلاین هم کردیم، یعنی برای سناتور من نوشتم شما لازم نیست همین قانون رو بخونید، همین قانون اساسی شما بخونید و اونجایی که ما با خط قرمز گذاشتیم اون رو نگاه بکنید و ببینید چرا ما در یمن هستیم. این حرف ممکنه جا آقای چمن آقای چمنان مسائل رو مطرح کردم، امیدوارم که مسائل تکراری نباشه و اینه که برحال اون که چندی بار درباره مسائل ما صحبت کردیم، نشست هایی که قبلا داشتیم و اینها تاکید جناب چمنا را بر این بوده که به هر حال نقشه راه آماده هست. جناب آقای ساگینیان، وقتی ما صحبت از نقشه راه میکنیم یعنی نقشه راهبردی یا رزمارایی یا استراتژی، وقتی ما صحبت از عرصه نظامی میکنیم به هر حال نقطه نظر اقتصاد هستش و اقتصاد سیاسی جهانی که ما باید در نظر بگیریم ایران چگونه میتونه از نظر فرمانداری و رهبری میتونه از نظر قانونمندی یک طرح اول از همه عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی برای اقداماتی که برای دستیابی به این هدف والای قانونمندی رو داشته باشه از سیستم آموزش و غیر و اینها چگونه میتونه پیاده بشه. یعنی فقط کتاب نیست، فقط نوشتار نیست، بلکه در عرض 270 سال در آمریکا یا 70 سال در کشور اسرائیل برای هدفمند کردن دموکراسی در قلب خاورمیانه سعی بر این داشتن به چگونه عمل بکنن، سعی داشتن که اینو دیولپ بکنن، یعنی که ما یک فکر و تفکر رو داریم، یک باید دیولوپمنتی بگذاره، همینطور که شما میایید تأسیساتی رو به عنوان آرشیتکت میایید و برنامه ریزی میکنید به چگونه این باید پایه ها گذاشته بشه و به چگونه باید ساختار باشه و سیمان کجا باید ریخته بشه و که این استوار باشه و این حالت دیولوپمنت خودش رو میگذارن و فرد آرشیتکت میاد انتخاب میکنه چه پیمانکاری رو که این برنامه رو بتونه به پیش ببره و آخر کار این بنایی که ما میبینیم در اصل در اون نقشه راه در فکر اون آرشیتکت بوده قبل از اینکه بیاد این کار رو به انجام برسونه و دیولوپمنتش رو بگذارونه و مهرگذاری کرده باشه از یکایک
افرادی که در اون شرکت دارن، چه کی آسانسور میذاره، کی بنا رو بالا میبره، و آخر کار افرادی هستن که در این میون به هر حال کارگر هستن و کارمند هستن و حق و حقوقی دارن اگر اتفاقی براشون بیفته، از داربست بیافتن، و تمام اینها روی یک قانونمندی طراحی شده و هدفمند هست که این بنای دموکراسی و این بنای رو ما بتونیم بالا ببریم. جناب سادی اگه ممکنه جمع‌بندی بکنید در درباره آنچه که گفته بفرمایید. بسیار خوب. سخنم با ملت ایرانه. چند موضوع بایستی کاملا روشن باشه برای شما و این موضوع به این ترتیبه. موضوع اول، اون چه که واقعیت داره درباره قانون‌ها و قانون اساسی و حکومت‌ها و کشورها و دار و ندار تمام فرمانفرمایی‌ها، تمام اینا برای خدمت‌گذاری به ملت، حکومت ارباب و صاحب ملت نیست، خدمت‌گذار، نوکر ملت، بایستی برای ملت کار بکنه. موضوع دوم، موقعی که درباره قانون اساسی صحبت میکنیم، قانون اساسی ساختار و کارکرد دولت رو معین میکنه. هر کسی که فکر میکنه قانون اساسی مشروطه سلطنتی بایستی باشه کور خونده، چون در این قانون اساسی اولین کاری که کرده تمام قانونها رو گذاشته زیر دست 5 نفر آخوند که اگر قانونی نوشتن، نمایندگان شما نوشتن، اون 5 نفر آخوند نپذیرفتن، اون قانون قابل اجرا نیست. موضوع دوم در درباره همون قانون اساسی، در اون قانون اساسی متممه هایی که نوشتن به فرمانداری کل تمام کشور را به شخص شاه گذاشتن که هر وقت خواست میتونه تمام نمایندگان شما رو، شما ملت رو از کار بندازه، مجلس رو ببنده و هر کاری خواسته که بکنه. قانون اساسی 1906 قابل پذیرش نیست برای امروز، برای آینده قابل پذیرش نیست. کسانی که به شما ملت ایران اون قانون اساسی رو پیشنهاد میکنن، برای همون کاری میخوان بکنن که 50-60-70-80 سال پیش اجرا شد. اون قابل اجرا برای امروز نیست. قانون اساسی که شما ملت ایران بایستی بپذیرین و فقط با رأی شما میاد، کسانی که به قول کسانی که میخوان به نام مجلس مؤسسان بیان قانون اساسی بنویسن، اون قانون اساسی تا زمانی که شما بهش صحه نذاشتین با رأی شما قابل اجرا نیست. پیش از این که صحه بذارین با امضا، اول اونو کاملا بخونین و این بایستی در قانون اساسی که شما امضا میکنین کاملا روشن نوشته شده باشه که دولت نوکر شماست، نه صاحب شما. اگر شما حق و همه چیز خودتونو به اون دولت که میخواد سلطنت باشه، هر چی میخواد باشه، بفروشین، هر چی که بگیرین حق شماست. اگر ظلم بگیرین حق شماست، اگر آزادی بگیرین حق شماست، ولی مربوط به خود شما خواهد بود، به دیگران مربوط نیست. هر یک نفر از فرد شما که با امضای خودش به اون قانون اساسی صحه میذاره، بایست پیش از اینکه امضا میکنه بدون قانون اساسی چی میگه و اونو نوکرش کرده یا اربابش کرده. این از این. چگونه باشه این کار کارش آغاز کرد؟ آموزش و آموزش و آموزش. شما ملت ایران برای چندین سده تربیت شدیم برای رعیت بودن. بایستی بفهمین که شما شخصین، آزادین. از روزی که به این دنیا اومدین فکرتون کاملا تمیز بود، هیچی درش نبود در مغزتون. با آموزش شما را تربیت کردن که یا نوکر بشین یا آزاده باشین یا صاحب بشین. اون چی که اشتباه شده ما بر ماست، کسانی که فکر میکنن یه کاری هستن و میاندیشن، بر ماست که این آموزش رو به شما بدیم. از امروز ما این آموزش رو آغاز خواهیم کرد، چون بدون آموزش تمام کارها بی معنی خواهد بود.
چون شما تا زمانی که شما قبول نکنید در داخل در مغزتون و در قلبتون بخصوص در قلبتون باور نکنید که شما آزاد هستین، آزاد به دنیا اومدین و حق دارین که آزاد زندگی بکنین، تا زمانی که اینو باور نکنین تمام کارا بی‌معنی خواهد. به خاطر این موضوع از امروز به بعد در برنامه‌هایی که ما اجرا خواهیم کرد این موضوع پیروی خواهد شد، آمادگی به شما داده خواهد شد، حق و حقوق شما به شما گفته خواهد شد، ولی گرفتن اون حق موضوع دادن نیست، موضوع گرفتنه. هیچ کس به هیچ کس حق نمیده. من حق خودم رو میگیرم. اگر خودم نتونستم حق خودم رو بگیرم، اون چه که به من داده خواهد شد اون رو خواهم گرفت. و کسی که اون حق رو میده و حد و فقط به خاطر نفع شخصی و گروهی خودشون میده. حالا روی این اساس من آماده کار هستم و اگر بپذیرین ادامه خواهم داد، اگر نپذیرین با شما خداحافظی میکنم و میرم. با تشکر از جناب ساگینیان و چگیده آنچه که گفته شد، با دو مهمان عزیز که من داشتیم، جناب ساگینیان واقعا چمنارا، برای این هستش که یک سیستم آموزشی از نظر شفافیت در قانونمندی حق و حقوق فردی، جمعی، تشکیلاتی و حزبی باید به هر حال شفاف باشه. یکایی که احزاب که صحبت از قانون اساسی میکنن باید قانون اساسی روی کار بزنن، روی میز بزنن که اون رو بیان باز بکنن، بشکافن و مردم باشن که در اون آزادی اختیار سهیم باشن و راه خودشون از نظر راهکارهایی که در اختیارشون گذاشته میشه اول از همه بتونن بیابن، بفهمن، آموزش ببینن برای این موضوع تا اینکه بتونن حق رأی داشته باشن و حق خودشون رو بتونن بستانن. این برنامه نخست بود. تا برنامه دیگر با تشکر از دو دوست عزیز که در برنامه شرکت کردن بدرود می‌گوییم. با تشکر و سپاس که امروز نیز در میزگرد پادیاوند با ما بودید. امید دیدار. بدرود.